درود دارم به شما همیهنان بسیار گرانقدر و ارجمندم در خارج از کشور که برای دفاع از همیهنان برون مرز در تظاهرات مختلف شما هر هفته شرکت میکنید در شهرهای مختلف و نقاط مختلف جهان و درودهای بسیار گرم من بر شما همیهنان گرانقدری که برای رسیدن به آزادی و سرافرازی در داخل کشور جانفشانی میکنید و هیچ ابایی حتی از گذشتن از جان خود ندارید، زیرا که تصمیم قطعی شما این است که یک بار و برای همیشه به آزادی و سرافرازی برسید. با اوج گرفتن تظاهرات و اعتراضات گسترده ملت ایران در جای جای کشور، نیروهایی در داخل کشور و خارج از کشور هم شروع به فعالیت کردند و هدف همه اینها این است که در مرتبه نخست بتوانند جلوی این حرکت و خیزش بزرگ ملی رو بگیرند، در مرتبه دوم اگر نتوانستند حداقل اون رو به مسیری هدایت بکنند که مورد نظر اونها هست. و به همین جهت است که ما شاهد انجام فعالاتی در داخل کشور و برخی از حرکات در خارج از کشور بوده این و هست. نکته که این روزها بسیار مطرح هست برای همه ما مسئله اتحاده و اینکه امروز اگر ما سخنی میگوییم که ممکن است اتحاد رو به هم بزند، طبیعتا این سخن درست نیست و نبایستی چنین کرد. اما پرسشی که در کنار این اتحاد برای همه ما مطرح می شود این است که اتحاد با چه کسانی؟ کسانی که به دنبال سرافرازی کشور هستند و در حقیقت در همون مسیری که خواستهای ملت ایران هست حرکت می کنند، یا کسانی که به هر شکلی تحت تأثیر نیروهای اهریمنی جمهوری اسلامی و یا نیروهای استعمارگر قرار دارند و می خواهند از این حرکت بزرگ و ملی مردم ایران به طریقی که اونها میخواهند استفاده بکنند. به همین جهت این روزها ما نبایستی روی مسئله اتحاد آنچنان خودباخته باشیم که هر چرا که گفتن بپذیریم و هر چرا که دیدیم نادیده بگیریم، زیرا که میخواهیم متحد باشیم. اتحاد زمانی معنی و مفهوم پیدا میکنه که همه ما در یک جهت، یعنی در جهت براندازی رژیم و استقرار یک حکومت مردمی در ایران باشیم. ولی اگر بنا باشد که عده‌ای از ما به دنبال براندازی رژیم نباشیم و صحبت میکنیم از اینکه یک رفراندومی بایستی برگزار بشود، خب پرسش اینجاست که این رفراندوم با حضور همین رژیم فاسدی که همه ما شاهدش هستیم و 44 سال است با بدترین نوع خشونت و سرکوب سعی کرده در قدرت بماند، آیا با وجود یک چنین حکومت فاسد و یک چنین نظام خونریز پلیدی رفراندوم امکان پذیر است؟ و نتیجه این رفراندوم اگر برگزار بشود به سود ملت ایران خواهد بود؟ طبیعی است خیر. بنابراین اون کسانی که امروز از قماش اصلاح طلبان رژیم هستند و صحبت از این میکنند که خب بیایید بنشینیم گفتگو کنیم، در حالی که جوانان ما رو دارن در خیابان ها میکشند و در مغز اونها و قلب اونها گلوله خالی میکنند، در همون حال هم صحبت از گفتگو میکنند. طبیعتا گفتگو با یک چنین فرقه فاسد و تبهکار و خونریزی اساسا امکان پذیر نیست، و اگر هم باشد منطق این است که آنچه را که رژیم دیکته می کند بایستی پذیرفت و منظور اینها از گفتگو این است که دزدی ها ادامه پیدا بکنه، سرقت های کلان چند صد میلیارد تومانی ادامه پیدا بکند، قتل و غارت و جنایت ادامه پیدا بکند، واگذاری مملکت به روسیه و چین و انگلیس و غیره و ذالک ادامه پیدا بکند، زنها کماکان در نهایت سختی و گرفتاری زندگی بکنن چون زن هستن، و مردم هم گرسنه و پاپتی به دنبال لقمه نان و
در این حال آقایون پیشنهاد گفتگو میدن. پس به این ترتیب میبینیم که کسانی که از رفراندوم با حضور رژیم و گفتگو با این رژیم صحبت میکنن، اینها کسانی نیستن مگر اون آدم هایی که از بدنه خود رژیم هستن. آیا باید با اینها اتحاد کرد؟ خیر. این همه خون ریخته می شود که برگردیم و بریم با اینها اتحاد بکنیم. این همه جانفشانی، این همه خانواده هایی که عزیزترین کسانشون از دست دادن برای این است که دوباره برگردیم و با علی خامنه ای گفتگو کنیم، با رئیسی گفتگو کنیم، با آدم های فاسدی مانند اینها گفتگو کنیم. طبیعی است که این مسئله به طور کلی منتفی است. موضوع دیگری که مطرح هست این است که عده‌ای پیدا شدن و این روزها با بزرگ نمایی کردن اونها و قرار دادن اختیارات بسیار زیادی در دست اونها و امکانات بسیاری که فراهم شده است و پولی که پول گزافی که به اون اشخاص به خصوص شخص مخصوصی داده شده است، حکایت از این میکند که عده‌ای به دنبال برگزاری یک جمهوری دوم هستند. یعنی این عده به این نتیجه رسیدند برخلاف اون دو گروه اول که نخیر بایستی از این رژیم عبور کرد، گذر کرد، اما باید یک جمهوری دیگری در ایران برقرار بشود که اینها از آن به عنوان جمهوری دوم نام میبرند. برخی از این افراد در داخل کشور هستند، مثل تبرزدی، مثل زعیم، و برخی دیگر در خارج از کشور هستند، مثل همین آقایی که تا دیروز بسیار گمنام بود و امروز یک چهره شناخته شده است. در استنفورد از او دعوت سخنرانی می شود، او رو با هلیکوپتر خصوصی از اینجا به اونجا می برند، در سراسر دنیا سفر می کند و امکاناتی هم فراهم می کنند برای اینکه او بتواند به خواستهای آنان جامعه عمل بپوشند. پس بنابراین این گروه سوم هم به دنبال اون چیزی نیستن که امروز جوانان ما در داخل کشور فریاد میزنن، جلوی گلوله میروند و یا اگر دستگیر بشوند در زندانهای رژیم زیر ضربات بسیار شدید و کشنده باتون جان میبازند. اینها به دنبال این هستند که خواست بیگانه رو برای آینده ایران اجرا بکنند. خواست بیگانگان به خصوص دموکرات ها در ایالات متحده که این روزها تلاش بسیار زیادی دارند برای اینکه جهت بدهند به حرکت ملت ایران، این است که از الگوی افغانستان برای ایران استفاده بکنند. همان گونه که در افغانستان شاهد بودیم که محمد ظاهر شاه رو از کابل خواندند و ایشان رفت، از روم به کابل رفت و قرار بود که لوی جرگه رو بر اساس رسمی که در کشور افغانستان برای سالیان متمادی بوده است پادشاه افتتاح بکنند. اما روز موعود به ایشان گفتند که شما در خانه بمانید و عامل آمریکا، عامل CIA، شخصی که در این مملکت دوره لازم رو دیده بود و در سرسپردگی او شکی نبود و دوستی نزدیکی هم با جاسوس آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان داشت به نام زالمای خلیزاد، سازشی از قبل انجام شده بود و آقای حامد کرزای رفت لوی جرگه رو افتتاح کرد و در همونجا هم اعلام کردن که افغانستان جمهوری اسلامی است. اگر در اون زمان در افغانستان یک همه پرسی انجام می شد، با توجه به احترامی که اونها برای پادشاهشون داشتن به عنوان پدر ملت و سران قبایل مختلف و همینطور اقوام مختلفی که در افغانستان هستن همه برای ظاهر شاه ارزش و احترام زیادی قائل بودن، طبیعتاً این فرصت پیدا می شد که کسانی هم که در افغانستان دارای یک نگاه دیگری به نوع حکومت بودن، یعنی دوام حکومت پادشاهی رو میخواستن، فرصت پیدا کنن، اما این فرصت رو از ملت افغانستان گرفتن. نتیجه این شد که 8 سال حامد کارزای
کارگزار آمریکایی ها بود در افغانستان و بعد از او رو جانشین کردن با اشرف غنی نماینده دیگر CIA در کشور افغانستان و بعد هم افغانستان رو تحویل طالبان دادند و شبانه رفتن بیرون و این مصیبت برای مردم افغانستان باقی مانده. در حقیقت اینها به دنبال چربی سازی هستند برای ایران، به دنبال کرزای سازی هستند برای ایران و میخواهند که این روزها با مطرح کردن یک شخصی که این شخص در ستیز با ایران و ایرانی دارای سابقه است، این شخص همان کسی است که با آوردن پرچم از سوی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی مخالفت میکرد، به این دلیل که اجازه ندهید که این حرکت یک حرکت سیاسی بشود، در حالی که پرچم سیاسی نیست، پرچم هویته و کسی که پرچم رو سیاسی قلمداد میکنه و بعد هم میگوید که ما کار غیر سیاسی میکنیم، یک شبه میبینید که شده است قهرمان ملی، شده است حجت الاسلام و المسلمین که فتوا میدهد در سراسر جهان در یک روز همه به حرکت در بیاید. چه کسی هزینه ها رو تحمل میکند؟ چه کسی ترتیب این برنامه ها رو میدهد؟ ملت ایران بایستی دقیقا بداند و اینها بایستی شفاف سازی بکنند که نمی کنند. اینها اگر مورد پرسش قرار بگیرند امکان ندارد که بتوانند حقایق رو بازگو کنند، چون اجازه ندارند، چون عامل هستند، چون سرسپرده هستند. حالا باز عده دیگری ممکن است بگویند که آقا این بحث ها در این زمان بیفایده است، مضر است و این به وحدت ما، به یک پارچگی ما، به یگانگی ما دامن میزند. خیر، چنین چیزی نیست. مسئله این است که طرحی که این آقایون مطرح کردن و یک شخص معلوم الحالی به نام زعیم در داخل کشور که خودش رو نماینده جبهه ملی ششم میداند، یا یک شخص معلوم الحال دیگری به نام حشمت الله تبرزدی و آدم های امثال اینها، و یا در خارج از کشور مانند حسن شریعت مداری و محسن سازگارا و آدم های مانند اینها، اینها کسانی هستند که با این طرح و نقشه که دارن و حالا عباس میلانی هم جلو افتاده است و در استنفورد برنامه برگزار می کند، جلو افتاده اند که اون بخشی رو که پس از فروپاشی رژیم بایستی توسط ملت ایران، آحاد ملت ایران در یک همه پرسی شرکت بکنند و نوع حکومت رو تعیین بکنند و بعد از او یک مجلس مؤسسانه تشکیل بشود که قانون اساسی رو بر پایه اراده ملت ایران و خواست ملت ایران بنویسد، اینها میخوان اون بخش رو حذف کنند و صحبت از این میکنند که رژیم بایستی بره، یک مجلس مؤسسان تشکیل بشود که صد البته این مجلس مؤسسان اعضایش همگی و یا شاید 90% 95% از کسانی خواهند بود که عوامل آمریکا و انگلیس و CIA و MI6 و روسیه و اسرائیل و غیر و ذالک هستند، دور هم بنشینند و اعلام جمهوری بکنند. مشکل من شخصا با جمهوری نیست، اگرچه به 1001 دلیل من پادشاهی رو به جمهوری ترجیح میدهم و قابل اثبات هم هست که چرا ترجیح میدهم و در برنامه های دیگر راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد، اما مشکل ما با نوع جمهوری است که عواملش، نمایندگانش، مجلس مؤسسانش، مطرح کنندگانش همه از عوامل استعمار هستند، همه از جیره بگیران CIA هست. چگونه است تا دیروز شخصی که کاملا گمنام بود و کسی او رو نمی شناخت و امروز در جهان مشهور و معروف است و در هر کجا که می رود با تشریفات خاص از او پذیرایی می شه، سخنرانی های آنچنانی، گفتگوهای آنچنانی، مصاحبه های آنچنانی، چگونه این یک شبه اتفاق می افته؟ در این مورد اگر ما بحث بکنیم، این بحث برای این نیست که ما بخواهیم شخصی رو بکوبیم. اتفاقا پرسش من از این شخص این است که شما بیایید و اگر شک و شبهه هست اینها رو برطرف بکنید
مردم رو آگاه کنید، مردم رو روشن کنید، بگویید که چه کسانی ترتیب این تظاهرات 100 هزار و 120 هزار نفره میدهند، چه کسانی میتوانند در سراسر جهان در شما در اون توان مدیریتی نیستی و نبودی و کار مدیریت و تشکیلاتی نکردید که بتوانید این کار رو انجام بدید. اینا پروازه. اگر یک عده میخوان خودشون رو فریب بدن و همونطور که گفتیم آقایان نرید به این آقای حسن روحانی رای بدهید، رفتن رای دادن، دوباره در دور دوم هم رای دادن و او هم فریبشون داد که حالا ما با برجام چنین و چنان خواهیم کرد، کارخانه های تعطیل شده زمان شاه رو دو مرتبه راه اندازی میکنیم، کار ایجاد میکنیم، تبعیضات رو از بین بریم، اعدام ها رو از بین بریم. دیدید که چه کلاه بزرگی بر سر شما گذاشتن. همین کلاه رو در دوره احمدی نژاد گذاشتن، همین کلاه رو در دوره اون شیخ ملعون رئیس جمهور پیشینشون آقای خاتمی. چند بار یک ملت بایستی امتحان بکنه؟ چند بار بایستی شکست بخوره؟ چند بار بایستی اجازه بده که بیگانه خیلی آسان و خیلی راحت با چند تا رسانه کذایی او رو فریب بده؟ آنم چه ملتی؟ یک ملت باستانی، یک ملت تاریخی مثل ملت ایران. این ملت نباید به این سادگی فریب بخوره. تمام هدف و برنامه این است که این رژیم به دلایلی که الان برای غربی ها بسیار مهم شده، از جمله از زمانی که اینها وارد جنگ اوکراین شدند و در سمت روسیه به طور کامل قرار گرفتند و حالا علاوه بر همکاری های اقتصادی، همکاری های تسلیحاتی و همکاری های نظامی میکنند، جمهوری اسلامی نیرو میفرسته به کریمه، جمهوری اسلامی نیرو میفرسته به شرق اوکراین، موشک هایی که در اختیار روسیه قرار میدهد، پهپاد هایی که در اختیار روسیه قرار میدهد، اینها مسائلی است که حالا غرب رو نگران کرده. حالا میبینید که شما در مجلس اینها اینجا و اونجا یک گفتگوهای راجع به جنبش ملت ایران میشید. اینا تا کنون کجا بودن؟ همین امروز هم اگر در پشت پرده آقای مکرونی که هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم با رئیسی تلفن‌های محرمانه به هم میزنن و کشتی حامل نفت ایرانی، نفتکش بزرگی که به سوی فرانسه میرفت و اون رو آمریکایی‌ها توقیفش کردن، اگر همین امروز همین زد و بندهای پشت پرده انجام بشه، دوباره میبینید که مکرون و شولتز و این و بایدن و دیگری همه اینها طرفداران این رژیم خواهند شد. اگر طرفدار هم نشن سکوت اختیار میکنه. ما چند بار بایستی شکست بخوریم؟ چند بار بایستی یک خطا، یک کودکی اگر دست زد به یک جسمی که او رو اذیت میکنه، به یک آتشی دست زد و سوخت، بار دوم دست نمیزنه به اون؟ آخه یک ملتی که دارای این تاریخ است، دارای این فرهنگ است، دارای این سابقه است، در 40 سال بایستی 10 ها بار به خطا بره، 10 ها بار شکست بخوره، چند تریلیون دلار ثروتش از بین بره، مغزهای مملکت همه فراری بشوند و بروند، کشور در بدبختی و فلاکت و گرسنگی و فقر و فحشا و اعتیاد باقی بماند و باز هم ما فریب بخوریم. این دیگه گناه ماست، گناه آمریکا و انگلیس و MI6 و CIA و KGB نیست. اگر امروز ما در قالب اتحاد با این اشخاص توجه نداشته باشیم به عاقبتی که اینها دارن برای ما رقم میزنند، میگویند آقا ما این جمهوری بایستی بره، یه دولت موقتی تشکیل میشه، مجلس مؤسسانی تشکیل میشه، نوع حکومت هم تعیین میکنه. ببینید دارن چه کلاهی سر شما ملت ایران میگذارن، چه کلاه بزرگی، کلاهی که به مراتب گشادتر و خطرناکتر از کلاهی است که توسط روح الله خمینی به سر شما گذاشت. آیا باید دوباره فریب خورد؟ دوباره که چه عرض کنم، چند ده باره بایستی فریب خورد؟ لذا
این داستانی که یک عده این روزا درست کردن که آقا حرف بزنید، ساکت باشید، هیچی نگید، پرچم نبرید، اتحاد به هم میخوره، اتحاد با اهریمن به هم میخوره. بله، و ما هم به دنبال به هم زدن اتحاد با اهریمن هستیم، ما به دنبال اتحاد با میهن پرستان هستیم، به دنبال اتحاد هستیم با کسانی که به ایران میاندیشن، به فکر کشور هستند و میخواهند برای ایران کاری بکنن، ایران آباد و آزاد رو میخواهن، فردای آرام و فردای سرفراز رو برای کشور میخواهن، میخواهن در اون مملکت کسی گرسنه نماند، میخواهن کودکی از مدرسه جا نماند. این با ترفندهایی که این آقایون دارن میزنن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و بایستی هوشیار بود. هوشیاری امروز ما متضمن آزادی، سرافرازی و پیروزی ما در آینده خواهد بود. عدم هوشیاری ما وارد شدن ایران است از مرداب 22 بهمن و جمهوری اسلامی و وارد شدن به یک چاه عمیق دیگری که بیرون آمدن از آن دیگر امکان پذیر نیست، زیرا که اگر این دور هم رأی ملت ایران، خواست ملت ایران در نظر گرفته نشود، ملت ایران بایستی برای همیشه فراموش کند که اساساً رأی او دارای اهمیت است، وجود او دارای اهمیت است، وجود ملت ایران از دید حکومت‌هایی که توسط استعمارگران روی کار می‌آید صرفاً برای مترسکی که شرکت کنند در انتخابات فرمایشی و نشان بدهند که ظاهراً در ایران دموکراسی هست و در عمل می‌بینیم که چه فسادی در قالب دموکراسی در مملکت ما روح الله خمینی گجستک به وجود آورد و در دوران این شخص پلید ملعون هم ادامه پیدا کرده است و کشتارهای دوران خمینی رو به طریق دیگری این فرد ملعون علی خامنه‌ای انجام می‌دهد.